به همه بینندگان و شنوندگان و کاربران خوش آمد می گوییم. شما را به شنیدن تفسیر هفتگی آقای منشه امیر دعوت می کنیم. تفسیر این بار با این عنوان نگاشته شده است. حکومت اسلامی ایران را به باد می دهد. خمینی در تبلیغات فریبکارانه پیش از آن که قدرت را در ایران به دست بگیرد و کشور ما را به کلی ویران سازد از جمله ادعا میکرد که شاه نوکر آمریکاست، نوکر غرب است چرا نوکر آمریکاست؟ به خاطر آنکه خمینی میگفت شاه ایران نفت را به قیمت ارزان به ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی میفروشد پول آن را صرف خرید اسلحه از همان کشورها می کند تا بتواند امنیت حوزه خلیج فارس را تأمین کرده و نگذارد که صادرات نفت به کشورهای غربی دچار اخلال گردد بنابراین شاه فقید ایران نوکر آمریکاست و در راستای منافع غرب اقدام می کند و به منافع ملی ایران هیچ گونه توجهی ندارد این استدلال روح الله خمینی بود یکی از ادعاهای او بود که مردم ایران را فریب بدهد و آنان را به سوی خود بکشاند و در آن دوران از آنجا که اتحاد شوروی با کشورهای غربی سخت در حال نزا بود و جنگ سرد در اوج خود قرار داشت تودهی ها و چپگرایان ایران این ادعای خمینی رو ناسنجیده پذیرفتند و آن را تبلیغ و ترویج کردند تا ظاهرا نشان دهند که بله شاه فقید ایران در راستای ضد منافع ملی ایران اقدام می کند بنابراین باید او را برانداخت آنانی که خود را روشنفکران ایرانی میدانستند نیز بیان که بسنجند و مطالعه کنند و بررسی کنند این ادعای خمینی را پذیرفتند و آنان نیز این را ترویج کردند و این یکی از علل برافتادن رژیم پیشین ایران بود و امروز ما نتایج و عواقب آن را میبینیم یادآوری میکنیم روحالله خمینی گفته بود که شاه ایران نفت را که ثروت ملی کشور است به قیمت ارزان به کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده میفروشد و با پولی که میگیرد اسلحه میخرد که امنیت حوزه خلیج فارس را در صدور در ادامه صدور نفت تامین و تضمین کند این ادعای روح الله خمینی بود بنابراین میگفت که شاه ایران علیه منافع ملی کشور اقدام میکند و باید او را برانداخت و در آن دوران آنانی که خود را روشنفکران ایرانی می نامیدند، توجه نداشتند که همه کشورهای عرب به ویژه عراق و مصر می کوشیدند که رهبری حوضه خلیج فارس را به دست گیرند این حوضه نفتی بسیار حساس را در اختیار خود داشته باشند و منافع ملی ایران را به خطر اندازند همان گونه که سالهایی بود جمال عبدالناصر رهبر آن دوران مصر که میخواست کشورهای عرب و حتی برخی کشورهای آفریقایی و ممالک دیگر را ببلد و تحت تسلط خود بگیرد در صدت برآمد که خوزستان را از پیکر کشور ایران جدا کند و این خطر وجود داشت که مصر و یا عوامل دیگر امنیت حوزه خلیج فارس را به خطر اندازند و ادامه صادرات نفت با اخلال و مشکل روبرو شود در آن هنگام ایالات متحده ده درصد از مصرف داخلی خود را از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین میکرد در آن دوران ناوگان دریایی ایران بسیار ضعیف بود ایران سالیان دراز به تقویت امکانات دفاعی خود در حوزه خلیج فارس به علل مختلف توجه لازم را نکرده بود و شاه فقید در صدد برآمد که یک ناوگان قوی برای ایرانیان به وجود آورد و همگام با آن با برخی امیرنشینها به همکاری و همیاری پرداخت تا موقعیت خود را تقویت کند و به کشورهای حوزه خلیج فارس بپذیراند که بله ایران است که باید رهبری را به دست گیرد و عراق برای به دست آوردن این عنوان به شدت با ایران رقابت می کرد و اگر امنیت حوزه خلیج فارس در دست عراق بود منافع ملی ایران سخت به خطر می افتاد. بنابراین شاه فقید نفت ایران را نه به قیمت ارزانان گونه که روح الله خمینی ادعا میکرد بلکه به قیمت بازار آنچه که اوپک تعیین میکرد به کشورهای غربی و همه ممالک دیگر که خواستار نفت ایران بودند میفروخت و بخشی از این درآمد را به تقویت ناوگان دریایی ایران اختصاص میداد و در آن هنگام اتحاد شوروی با کمک نفوذ ها و چپگرایان در صند بود که حضور نظامی ایالات متحده و غربیها در ایران را تضعیف کند و حتی شاید بتواند به صفر برساند حضور سرباز آمریکایی یا مستشار نظامی آمریکایی در داخل ایران به ادعای دولت شوروی آن روز امنیت روسیه را به خطر میانداخت بنابراین اتحاد شوروی دست همکاری به خمینی داد و این ادعا را ترویج داد که بله حضور آمریکا در ایران و خرید اسلحه از جانب ایران برای تقویت ارتشی که سالیان دراز ضعیف مانده بود در واقع خیانت شاه فقید ایران به ملت ایران و منافع ملی این کشور است بنابراین شاه را باید برانداخت خمینی را آورد که او بتواند و قول داده است که منافع ملی ایران را رایت کند قول داده است که امنیت و آزادی و آسایش برقرار سازد قول داده است که تصاوی حقوق برقرار باشد و همه احزاب و گروه ها بتوانند به فعالیت ادامه دهند و غیره و غیره ولی میبینیم که روح الله خمینی همان که وعده داده بود اگر به قدرت برسد آب و برق را برای مستمندان مجانی خواهد کرد به این وعده خود مسلما وفا نکرد به جای آنکه پول نفت درآمد نفت را برای رفاه مردم ایران هزینه کند در راه تقویت عناصر تخریبی و تروریستی در منطقه به هدر داد میبینیم که روح الله خمینی و جانشین او علی خامنه ای آمدند و درآمد نفت ایران را به جای آنکه به هزینه آبادسازی کشور برسانند به جای آن که بتوانند با کمک این درآمد آب و برق گروه مستمند را مجانی کنند شروع به هزینه کردن این درآمدها در کشورهای منطقه و نهادهای تروریستی پرداختند روح الله خمینی و جانشین او علی خامنی درآمد نفت ایران را صرف تولید موشک کردند صدها میلیارد دلار از درآمد ملی ایران را برای تولید بمب هسته‌ای هزینه کردند بنابراین حکومت روح الله خمینی بود که ثروت ملت ایران را در راه تولید اسلحه به هدر داد و نه تنها این او درآمد ملی نفت ایران را به کام گروه های تروریستی ریخت بخورند چاق و فر شوند و به کشتار و تخریب و فتنگری در منطقه ادامه دهند و حتی آن را افزایش دهند ملت ایران گرسنه ماند، کشور ایران ویران شد ولی هم روح الله خمینی و هم علی خامنه ای به کمک سخاوتمندانه به گروه های ترور در منطقه ادامه دادند علی خامنه ای گفته بود و به تقلید از روح الله خمینی گفته بود که هدف از انقلاب اسلامی نجات ملت ایران نیست بلکه آنها میخواهند بر منطقه مسلط شوند و اسلام اهل تشیع را بر سراسر جهان اسلامی مسلط سازند امری خیال بافانه که هیچ احتمالی برای تأمین آن و رسیدن به اجرای این آرزو وجود نداشت و نداشته است چهل و سه سال است که میکوشند و کوچکترین موفقیتی در این راه نداشتند میبینیم که در عراق که حکومت ایران با این تصور که اکثریت مردم آن کشور شیعه هستند و میخواست بر آنجا مسلط شود اکنون همان مردمان به خیابان میآیند و فحش و ناسزا میگویند به حکومت اسلامی ایران که چرا میخواهد در امور داخلی آن کشور دخالت کند چرا مردم اهل تشیع عراق را به حال خود نمیگذارد اگر فشرده کنیم موقعیت حکومت اسلامی ایران در منطقه را و این پس از آن که ده ها و شاید صدها میلیارد دلار پول مردم ایران پول فروش نفت را صرف این گونه فتنگری ها و ماجراجویی ها کردند می بینیم که نه فقط در عراق بلکه در هیچ کشور دیگر منطقه حکومت اسلامی ایران موفقیتی به دست نیاورده است در همه کشورها خطاب به رژیم ایران میگویند که دست از سر ما بردارید ما را به حال خود بگذارید اینقدر در امور ما دخالت نکنید تا این حد مردم کشور ما را بکشتن ندهید از این مطامع استعماری خود دست بردارید این یک واقعیت تلخ است خمینی با قاطعیت ادعا کرده بود که شاه فقید ایران نوکر آمریکاست چون نفت ایران را به اروپا می فروشد و به آمریکا می فروشد با پول آن اسلحه می که امنیت رفت آمد نفت کشا در حوزه خلیج فارس را تأمین کند ولی همین حکومتی که روح الله خمینی پای گذاری کرد درآمد نفت ایران را صرف اتم کرد صرف موشک کرد صرف ماجراجوی های منطقهی کرد به حزب الله و جهاد اسلامی و حوثی ها و هشت و شبی و دیگران اعطا کرد و در اختیار آنان قرار داد مسلمان است که چنین وضعی نمیتواند ادامه یابد مردم ایران هر روز فقیرتر میشوند کشور هر روز بیشتر ویران میگردد و پولی باقی است که حتی خرید دارو نیز امکان ناپذیر است و کارگران به خودسوزی دست میزنند و یا به شیوه دیگری خودکشی می کنند و سرکوب به اوج خود رسیده است و بر زنان فشار بیشتر وارد می آورند و حتی فروش مانتو بلند را ممنوع می کنند اگر رنگی جز رنگ های تیره نداشته باشد اگر جلوی آن باز باشد به این حد از سرکوب رسیدند چون نمیخواهند که صدای مردم ایران بلند شود آنها را با هجاب و بی هجاب و مانتو سرگرم نگه می‌دارند که به فکر بدبختی ها و شکست ها و کجی ها و ناکامی های گسترده دیگر نباشند ولی این شیوه ها دوام نخواهد آورد کشورهای دنیا نخواهند گذاشت که رژیم ایران به بمب هسته ای برسد تازه اگر هم برسد اول بدبختی های بزرگتر ملت ایران و کشور ایران خواهد بود هیچ کشور همسایه و هیچ حکومتی در دنیا با سلاح اتمی رژیم ایران کنار نخواهد آمد و کشورهای دیگر به اقدامات لازم دست خواهند زد که این خطر را خونسا کنند این را حکومت ایران در نظر نمی گیرد همچنان ادعا می کند که بله حضرت امام علی خامنه ای فتوا دادند که تولید بمب ای حرامند در حرام است و با همان زبان و با فاصله کوتاه میگویند بله ما توان ساخت بمب اتمی را داریم بترسید از ما چون فردا خامنه ای به آسانی میتواند فتوای خود را تغییر دهد و ادعا کند که اوضاع عوض شده و حکومت ایران برای دفاع از خود نیاز به بمب هسته دارد این را به آسانی علی خامنه میتواند ادعا بکند ولی از خودشان بپرسند آیا این شیوه ها میتواند دوام آورد آیا در دنیای اسلام کوچکترین احتمالی برای آنکه آنها بتوانند قدرت را به دست گیرند وجود دارد مسلما خیر چهل و سه سال است که تلاش میکنند و همیشه و در هر کجا سرشان به سنگ خورده است ولی آنان هنوز در موقعیتی نیستند که از گذشت روزگار درس عبرت بگیرند آنها همچنان به لجاجت خود ادامه میدهند و همچنان به قیمت سلامت ملت ایران و رفاه ملت ایران فتنگری های آنها در کشورهای منطقه ادامه دارد همچنان ادعا میکنند که به زودی زود اسرائیل نابود خواهد شد و میبینیم که مردم یمن به آنها مرتبا میگویند که دست از سر ما بردارید و دیگران نیز چنین میگویند و از همه مهمتر خود ملت ایران است که میگوید کشورهای دیگر را به حال خود بگذارید این همه به گروه های ترور پول و اسلحه ندهید امکانات مالی کشور را در راه تامین رفاه مردم صرف و هزینه کنید ولی آنها گوششان بدهکار نیست و در اینجا باید پرسید که آیا چنین وضعی چنین حکومتی چنین رفتاری چنین عواقب می میتواند برای همیشه ادامه داشته باشد خودشان پاسخ این پرسش را بدهند